گرگ پارسی به استیج اولمپیا بر میگرده. یک سال گذشته، گرگ پارسی اومده که عنوان خودش رو پس بگیره. اجرای فیگورای انفرادی هادی چوپان رو تماشا میکنید. هادی دو بار قهرمان مردمی شده. سال 2022 قهرمان مستر اولمپیا شد. توی مقدماتی کاتی آورده بود که به گفته خودش کویر بود. هادی کات اومده بود. امشب توی فینال هادی حجمو هم آورده. اجرای فوق‌العاده از هادی چوپان. میشه گفت که دیشب تا الان هادی زیاد تغییر کرده. این پکیجی که ما باید دیشب از هادی میدیدیم. فوق‌العاده است این ورزشکار. موزیک سنتی ایرانی پشت زمینه تفکیک عضلات پشت پا، عضلات گلوتسش خیلی خوبه. حتی فیگور جوفازو از پشتش به مراتب از سال گذشته بهتر شده. بله، گرگ پارسی از ایران داره میاد که عنوان قهرمانی خودش رو پس بگیره. هادی یک سال کار کرده که دوباره به این استیج برگرده و بهترین پکیجشو بیاره. بی نظیر این پسر. مقدماتی خیلی خوب بود. فینال بهتر اومده. این بود از هادی چوپان. پکیج 2024ش. فینال مستر اولمپیا. Ladies and gentlemen, please welcome your next competitor from Brazil, Rafael Brandão. Okay, Rafael Brandão, as they say in Brazil, second Olympia appearance. Qualified this year in the Arnold Brazil Pro. بله دوستان، رافائل براندو روی استیج میاد از برزیل. 31 سال سن داره. امسال توی آرنولد کلاسیک امریکا خیلی خوب ظاهر شد و تونست پشت سر هادی چوپان و سمسون داودا قرار بگیره. رافائل به مراتب از سال گذشته بهتر شده، ولی رافائل هنوز توی این فراخوانا حضور نداشت بین پنج نفر برتر. ورزشکارای قد بلند برزیلی هست. یه بدن بسیار زیبا رو داره. به خاطر قد بلندش ساختار خیلی خوبی داره. به مراتب میتونه که سایزش رو برای سال دیگه بیشتر کنه. کات و کاندیشنینگش هم جا داره که بهتر شه. Talk about distractions. We'll get Ruff Diesel up here with me in just a second. Rafael brought a lot of changes. New baby this year, but still didn't miss a beat. Time and posing with those genetics are going to pay off big time. بله دوستان، فیگورگیری خیلی مهمه برای رافائل. رافائل پکیج خوبی آورده، باید بتونه که به خوبی به نمایش بذارتش. Great upper chest. این بود از اجرای انفرادی رافائل. ده نفر برتر الان فیگورای انفرادیشون رو میان میگیرن. نفر بعد از تکساس، هانتر لبرادا از تکساس روی استیج میاد. هانتر امسال خیلی پیشرفت کرده. هانتر لبرادو از تگزاس روی استیج میاد. هانتر بسیار پیشرفت کرده توی چند سال گذشته. بزرگترین مشکل هانتر کانتینگ و کنترل عضلات شکم هست.
هانتر لبرادا پسر لی لبرادا قهرمان اسبق مستر اولمپیا است. هانتر تونسته سایز خیلی بالایی رو بذاره امسال بالا، خیلی بزرگ شده و حجیم شده، پرچگالی. هانتر هنوز مشکل کاتو کاندیشنینگ داره، از سالهای گذشته به مراتب بهتره. سالهای گذشته اگه یادتون باشه روی استیج همینجور با فیگورگیری ها آب بود که از دست میداد و بدنش حسابی زیبا دیده نمیشد، رنگش میریخ پایین و وجه جالبی نداشت. امسال این مشکل برای هانتر پیش نیومد. هانتر برای فیگورگیری هاش امسال حسابی تمرین کرده بود، یه بدن خیلی خوب، پرچگالی، پرعضلانی آورده روی استیج. هانتر به جمع 6 نفر برتر فکر کنم برسه امسال. اگه بتونن رو جک تو شکست بده میتونه جزء 6 نفر باشه. یکی جای فوق‌العاده از هانتر لبرادا. بله یه موزیک هم گذاشته از تکساس. بله این بود از اجرای انفرادی هانتر لبرادا. Ladies and gentlemen, please welcome from Murfreesboro, Tennessee, Brandon Curry. All right, Terrence, our 2019 Olympia champion. بله دوستان، برندن کوری قهرمان سال 2019 اولمپیا روی استیج میاد. برندن کوری قهرمان سال 2019 رو روی استیج میبینید برای اجرای فیگورای انفرادی خودش. برندن کوری یه علامت سوال بزرگ بود امسال. برندن کوری تونست به 10 نفر برتر برسه، همین که اینجا داره فیگور میگیره معلومه که جز 10 نفر هست. برندن فکر کنم که مقامش بین 9 و 10 باشه. از نظر سایز تونسته سایز خوبی رو بیاره، ولی برندن اندام شادابو نداره با خودش. از نظر کاتو کاندیشنینگ هم شما نمیتونید تفکیک زیادی رو ببینید توی عضلاتش. بدنش یکم آب داره توی عضلات پایین تنه، کاتا عمقی نیست و اینکه کلا این بهترین برندونی نیست که ما توی سالهای اخیر دیدیم. چون که ما بدن بهتری از برندن کوری دیدیم، این ضعف ها واقعا به چشم میاد. میشه گفت که برندن همیشه نیست بچه ها، کم کم داره پا به سن میذاره، ولی با این حال بازم فوق‌العاده ظاهر شده روی این استیج. این بهترین فیگور برای برندون هست، جفازو از روبرو با اون زاویه‌ای که به کمرش میده. بله این فیگورم فیگور زیبایی از برندن کوری، تسلط بسیار خوبی داره مستر اولمپیای 2019 به فیگوراش. برندن کوری 15 مستر اولمپیای تاریخ است. اگه شما ویدیوی تاریخچه مستر اولمپیا رو توی کانال یوتیوبی ما ندیدید، پیشنهاد میکنم که حتما ببینید. اونجا در مورد برندن کوری صحبت شده، در مورد همه مستر اولمپیا صحبت شده، از اولین مستر اولمپیا که سال 1965 بود تا آخرین مستر اولمپیا که سال 2023 همین سال گذشته دریک لانسفورد بود. بله شرکت کننده بعدی از دارک هورس این مسابقه بود و پکیج خیلی خوبی آورد. بیشک مارتین بهترین بالانس بدنی رو روی این استیج داره بین همه رقبا. مارتین پکیج خوبی رو دیشب آورد، توی مقدماتی به خوبی دیده شد، جز 7 نفر برتر بود و واسه فینال بهتر اومد و تونست خودش رو با 4 نفر برتر یکی کنه. تا اینجای کار مارتین میتونه 4 نفر باشه. بدن خیلی زیبایی رو داره این پسر 26 ساله امریکایی. یه ساختار فوق‌العاده، از نظر چگالی فوق‌العاده ظاهر شده،
تقارن، تناسب، بالانس بدنی، میشه گفت که بهترین کاتو کاندیشنینگش رو روی این استیج میتونید از مارتین ببینید. به همراه مربیش استفان تونسته یه پیک خوب رو بیاره. عضلات به خوبی پر شده. این بی‌نظیر عضلات پشت پاش رو ببینید، عضلات گلوتسش. مارتین فیتزواتر امسال سالی بود که به دنیا حسابی معرفی شد. با پیشرفت‌های بی‌نظیرش توی مسابقات دیترویت قهرمان شد، توی مسابقات نیویورک پشت سر نیک واکر به مقام دومی رسید. فیبرای عضلات 4 سرش رو ببینید. میتونم بگم که اولین عضلات 4 سر اینجا توی این مسابقه مال هادیه و بعدیش مال مارتین فیتزواتر. مارتین از شب گذشته خشک‌تر اومده. بسیار زیبا فیگوراشو به نمایش میذاره. رفت کویت، سایز گرفت، مربیشو عوض کرد و خیلی کارهای دیگه کرد. سمسون یه علامت سوال بزرگ بود بچه تا قبل مسابقه، ولی که نشون داد سمسون بهترین سمسونش رو روی استیج آورده، به مراتب پیشرفت کرده و بدون شک این یکی از بهترین پکیج های سمسون هست. توی همه زوایای سمسون خوب شده. یکی از بزرگترین مشکلای سمسون فیگورای پشتش و کات و کاندیشنینگ بود. اجرای زیبا از سمسون دلدا. این فیگور خیلی واسه سمسون دلدا فیگور خوبی هست. جفازو از روبرو یکم به کمرش زاویه میده و خیلی خوب روش میشینه. سمسون سال گذشته به مقام سومی رسید. امسال توی مستر اولمپیا توی بخش مقدماتی جایگاه سومو داشت. این یکی از اون فیگوراییه که سمسون باید درست میکرد و به مراتب ارتقا پیدا کرده. این فیگورش عضلات همسترینگو میبینید که به مراتب تفکیک شده استاد مسابقه های گذشته. عضلات گلوتسش رشد کرده و تونسته کات و کاندیشنینگ خوبی رو بیاره. حسابی کات و خشک اومده. سمسون یکی از اون ورزشکارهای قد بلنده با یه ساختار فوق‌العاده. تسلطش فوق‌العاده است به فیگورگیری سمسون دلدا. بله، معلومه که برای این فیگورگیری حسابی و این روتین زحمت کشیده و تمرین داشته. سمسون میخواد مستر اولمپیا شه. هیچ وقت ما سمسون رو اینقدر حجیم، اینقدر کات و اینقدر خشک ندیده بودیم. سمسون تونسته پیک خوبی رو روی این استیج بیاره. بی نظیر بود سمسون دلدا، شیر نیجریه‌ای، قهرمان دو دسته مختلف مستر اولمپیا، 212 پوندیا و اوپن. دیکران سورد امشب اینجا هست که از عنوان خودش دفاع کنه. خیلی از سال گذشته تونسته پیشرفت کنه. حجیم تر اومده بود توی مقدماتی. توی فینال تونست یکم کات بیشتر. دریک لانسفورد در هادی چوپان هست. سال گذشته اینقدر عضلاتش خوب و ارتقا پیدا نکرده بود. خیلی مسلط به عنوان قهرمان مستر اولمپیا داره فیگورای خودشو میگیره. یکی از اون فیگورایی که باید بهش توجه کرد بین هادی چوپان و دریک لانسورد این فیگورای جانب هست. فیگور سینه، فیگور پشت بازو. هادی از نظر شونه و سینه خیلی بهتر.
far left pec across. That's where Hadi gets all that depth and striation. I agree. And being exposed on a most muscular is never your ally, you know, when you're trying to win a contest. It's very hard. قوی ترین فیگور دریک لانسفورد فیگورای پشتش هست، اونم به دلیل عضلات بی نظیر و ارتقا یافته پشت دریک لانسفورد. عضلات همسترینگش رو ببینید، تفکیک بسیار خوب داره، سایز زیادی رو تونسته امسال توی عضلات پایین تنه بذاره بالا. بچه ها عضلات گلوتسش به مراتب بهتر از سال گذشته هست. دریک لانسفورد از نمای پشت مستر اولمپیا هست. Got that new gym open up in Oldsmar. Got a new baby. Got a lot on his plate in defending this title. حسابی وقت خودشو میگیره و با تسلط کامل فیگورا رو به نمایش میذاره. هیچ عجله ای نداره. همه امسال اومدن که دریک لانسفورد و هادی چوپان رو ببینه. هادی چوپان از رو به رو مستر اولمپیاس. دریک لانسفورد از نمای پشت مستر اولمپیاس. بعد ببینیم که این رقابت امشب به کجا میرسه. بله دوستان، قهرمان